چرا ما آلمانی رو متوجه میشیم ولی نمیتونیم اون رو صحبت بکنیم؟ تو این ویدیو میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که چه عاملی باعث میشه که اکثر ما زبان آموزها موقعی که میخواییم به زبانی که در حال یادگیری اون هستیم صحبت بکنیم دچار مشکل میشیم. نداشتن اعتماد به نفس موقع صحبت کردن مشکلیه که خیلی از زبان آموزها دچار اون هستن. بیایم با همدیگه بررسی بکنیم که ببینیم چرا این مشکل پیش میاد و چطوری میتونیم اون رو حل بکنیم. برای درک بهترش من میخوام اینجا یک مثال بزنم. فرض کنید که شما میرین خودتون رو در یک باشگاه ورزشی ثبت نام میکنید و شروع میکنید به تمرین کردن. اما توی این مدت که تمرین رو شروع میکنید فقط روی یه سری عضلات خاص تمرکز میکنید. نتیجه این میشه که بعد از یک تایمی عضلاتی که تمرین داده شدن بسیار قوی تر از سایر عضلات بدن باقی میمونن. و این دقیقاً همون چیزی هستش که زمانی که ما شروع می‌کنیم به یادگیری یک زبان خارجی برامون می‌تونه اتفاق بیفته. ما معمولاً بقیه اسکیل هامون رو خیلی بیشتر از اسکیل صحبت کردنمون تمرین میدیم. مثلا خیلی بیشتر از اینکه خودمون صحبت بکنیم مکالمات بقیه رو گوش میدیم، یا خیلی بیشتر از اینکه صحبت بکنیم نوشتنمون رو تمرین میدیم یا خوندنمون رو تمرین میکنیم. و همه اینها باعث میشه که بعد از یه تایمی که میگذره از یاد گرفتن زبان ما اسکیل های دیگه‌مون رو تقویت کردیم و این اسکیل های تقویت شده دقیقاً مثل همون ماهیچه های تمرین داده شده هستن که الان قوی تر شدن. در نتیجه ما وقتی که به صحبت کردن یه نفر گوش میدیم یا یک فیلمی رو میبینیم خیلی بهتر متوجه میشیم، اما وقتی میخوایم خودمون همون چیزها رو برای یک نفر دیگه توضیح بدیم یا اصلا راجع به هر چیز دیگه میخوایم صحبت بکنیم برامون به اون سادگی نیستش. تا زمانی که ما خودمون رو به چالش نکشیم و شروع نکنیم به صحبت کردن به زبان آلمانی، این اسکیلمون هیچ وقت قوی نمیشه. دقیقاً مثل بقیه اسکیل ها که نیاز به تمرین دارن، صحبت کردن هم نیاز به تمرین دارن و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم در شرایطی که هیچ وقت صحبت نمی کنیم این اسکیل خودش خود به خود تقویت بشه. اکثر ما وقتی که تازه شروع میکنیم به صحبت کردن خیلی دچار استرس هستیم، نگران این هستیم که اشتباه بکنیم، نگران این هستیم که زمان مکالمه مجبور باشیم که دنبال لغت‌ها و اصطلاحات درست بگردیم. ولی واقعیت این هستش که این یک فرایند کاملا نرمال و طبیعی یادگیری زبان هست و اگر ما ناامید نشیم و به اون ادامه بدیم در نهایت یک روزی فرا میرسه که ما کاملا میتونیم به صورت سلیس و روان زبان مورد نظرمون رو صحبت بکنیم. یکی از ترس هایی که اکثر ما زبان آموز ها داریم اینه که مورد قضاوت قرار بگیریم، به ویژه قضاوت کسانی که زبان مادریشون هستش. من خودم شخصا وقتی که میخواستم به زبان آلمانی صحبت بکنم، به خصوص اگر که فرد مقابلم کسی بود که زبان مادریش زبان آلمانی بود، همیشه این ترس رو داشتم که حالا اون آدم با خودش فکر میکنه که چقدر زبان آلمانی بدی صحبت میکنه، چقدر لهجه داره، چقدر منمن میکنه، چقدر باید دنبال کلمات درست بگره و آخر سر هم داره اشتباه صحبت میکنه. همیشه این ترس باعث میشد که خیلی سخت در بتونم صحبت بکنم، موقع مکالمه خیلی چیزا رو یادم بره و خیلی وقتا حتی ترجیح بدم که زبان انگلیسی صحبت بکنم. ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که همونطوری که ما وقتی میبینیم یک نفری داره زبان مادری ما رو یاد میگیره و به خودش این زحمت رو میده که فارسی یاد بگیره و با من به فارسی صحبت بکنه، من نه تنها که اون رو قضاوت نمی کنم، نه تنها مسخرش نمی کنم، بلکه واقعا برام ارزشمنده و واقعا تحت تاثیر قرار میگیرم و تجربیات من تا الان به هم نشون داده که آلمانی ها هم مستثنا از این قضیه نیستن، به خصوص که اونها خودشون فکر میکنن که زبانشون زبان سختیه
و زبانی نیست که آدم ها بتونن راحت بهش مسلط بشن. برای همین وقتی میبینن که شما به زبانشون و فرهنگشون علاقه دارید و دارید سعی میکنید اونو یاد بگیرید، اتفاقا خیلی تحسینتون میکنن و لذت میبرن. بنابراین هیچ وقت به این فکر نکنید و اجازه ندید که این ترس از قضاوت باعث بشه که شما پیشرفت نکنید و نتونید صحبت بکنید. سعی کنید از اون لحظه که توش قرار گرفتین نهایت استفاده رو بکنید و تو اون لحظه به خودتون یادآوری بکنید که اصلا مهم نیست که من چقدر پرفکت و بدون نقص صحبت بکنم. اصلا پرفکت وجود نداره. حتی خود آلمانی ها خیلی وقتا درست صحبت نمی کنن. خیلی وقتا ما خودمون که زبانمون زبان مادریمون فارسی هست، زبان خودمون رو درست صحبت نمی کنیم. بنابراین دست از این که دنبال پرفکشن باشیم برداریم. واقعا هیچ چیز پرفکتی در این جهان وجود نداره و ما هم از اون مستثنا نیستیم. هدف به وجود اومدن زبان ها اینه که آدم ها بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. پس در لحظه ای که دارید به زبان آلمانی صحبت می کنید، به درست و غلط بودنش فکر نکنید. اجازه بدید که این صحبت ها جاری بشه. اجازه بدید که ذهنتون عادت بکنه به این صحبت کردن به زبان آلمانی. قطعا فرایند زرمانبری هست. من نمیخوام بگم که این خیلی سریع اتفاق میفته. من خودم هم تو همین پروسه هستم. ولی میخوام بگم که باید صبور باشید و به این پروسه و به خودتون اعتماد داشته باشید و مطمئن باشید که بالاخره یه روزی میرسه که شما میتونید سلیس و روان صحبت بکنید. همونطوری که صحبت کردن الانتون شاید با صحبت کردن سال گذشتتون خیلی فرق داشته باشه. برای خودتون دنبال راه‌هایی باشید که شما رو به چالش صحبت کردن بکشه. مثلا من خودم شخصا شروع کردم به اینکه کانتنت به زبان آلمانی هم تولید بکنم. مثلا همین ویدیو رو من به زبان آلمانی هم رکورد کردم و در کانال آلمانی زبان خودم که اون رو تازه شروع کردم به اشتراک گذاشتم. اگر دوست داشتید میتونید ورژن زبان آلمانی اون رو هم تماشا بکنید. و در نهایت امیدوارم که این ویدیو تا حدی به شما انگیزه و شجاعت این رو بده که صحبت کردن به زبان آلمانی رو شروع بکنید. باز هم ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا بعد.